درود به همه شما دوستان عزیز احسان هستم از کانال دوچ پزشتی وی دات کام در این ویدیو میخوایم با همدیگه چند تا جمله کاربردی و لغت ها و واژه های کاربردی آلمانی رو یاد بگیریم که برای به فرض ماسک زدن، ضد زد و عفونی کردن، تمیز کردن و امثال این هستش که توی این روزا میتونه حتما به کارتون بیاد موقع خرید کردن میتونید از این جملات استفاده بکنین تمام جملات کاربردی آلمانی در دوش دات کام به صورت دستبندی و مرتب دستای شما عزیزان هستش کلی جمله کاربردی هم در کانال دوم یوتیوب خودمون به اسم آلمانی با احسان کار میکنیم دوستانی که عضو به کانال یوتیوب آلمانی با احسان نشدن لینکش رو بالا رو تصویر براتون قرار میدم میتونید عضو بشید و اونجا هم از کلی جمله کاربردی با سبکی متفاوت استفاده بکنید که مطمئن است مورد توجهتون قرار میگیره الان هم با استقبال خیلی خوب دوستان عزیز همراه شده امیدوارم همه تون بتونید از اون درس ها استفاده بکنید دی ماسک میشه ماسک دی ماسک به طور مثال من میرم تو مغازه به فز دی ام رسمند یا هر جای دیگه ای تو آلمان مثلا میگم که ایش گرن این ایش گرن آینه ماسکه یعنی من یک ماسک میخوام ماسک رو دوستان عزیز تقاگن میکنن درست تقاگن یعنی پوشیدن یکی از معنیش پوشیدنه یکی از معنیش حمل کردنه ولی موقع شما یه چیزی به خودتون میزنید وصل میکنید از تقاگن استفاده میشه اشتقاگ ماسک. ماسکه اش تراگ آینه ماسکه یعنی من ماسک زدم من رو صورت هم ماسک زدم شاید از واژه شوتس ماسکه هم بشنوید شوتس یعنی محافظت یعنی همون میشه ماسک محافظتی منظور ماسکی که جلوی دهان میذارن و میندازن پشت گوش دو این دو این تو بایستی که ماسک حفاظتی بزنی منظور همون ماسک زدن هستش باجوایی بعدی که استفاده میشه وشن هستش وشن یعنی شستن زیش وشن زیموسن زیش دی هنده وشن شما بایستی دستانتون رو بشورید زیموسن زیش دیهند وشن فرمت جملش همیشه همین دوستان زیموسن زیش ایقه هنده وشن اشتباه خب همیشه این مدلی میگن زیموسن زیش دیهند وشن و یا میگم اش میاد دی هنده. ششه میاد دیهنده. فرمتش همین جوریه که هست نمیتونید عوضش کنید. شواش میاد دیهنده یعنی من دستانم رو میشورم. میبینید که از زمیر رفلکسیو به داتی استفاده کردم و بعدش آکواتی اومده که دیهنده هستش، یعنی دستان دست ها. هند میشه دست هنده میشه دست ها. شش میاد دیهنده، یعنی من همین الان دارم دستام رو میشورم. فعل مهمی که این روزا خیلی استفاده میشه دس اینفیتسیغن هستش دس اینفیتسیغن یعنی ضد عفونی کردن یعنی اینکه یه سطحی رو یا دست و یا هر چیزی رو از باکتری و ویروس و قارچ و اینا پاک بکنید از فعل دس اینفیتسیغن استفاده میشه Du sollst هند ایما دس ایمفیدسیغن. یعنی تو بایستی دستان تو همیشه ضد عفونی کنی موقعی که سری بخونن شاید این مدلی بخونین بشنوید دو ستاین هند ایما دیس در جمله بعد حالت پسیو میگم که لباسها بایستی که ضد عفونی بشوند جمله‌مون پسیو با مودال وب هستش تمام درس های پسیو رو به صورت کامل ما کار کردیم میتونید در سایت یا اپلیکیشن موبایل دوچ تی تیوی جستجو بکنید همه درسش براتون میاد دی موسن دس یعنی لباس ها باید ضد باید ضد عفونی بشوند دی کلایدا موسن دس وردن به مایه یا وسایل ضد عفونی کننده به آلمانی میگن Desinfektionsmittel Desinfektionsmittel میتل وسایل ضد افونی کننده اس گیبت فشیدن مدل های گوناگون و مختلفی از محصولات ضد عفونی کننده یا مواد ضد عفونی کننده وجود دارند. پس چی شد فعلمون دس بودش میرم تو داروخونه حالا دارم دنبال مایه ضد عفونی کننده دست میگردم میتونم بپرسم که اش مشت این هاند دس اینفکسیونز میتل هاند دس اینفکسیونز که همش یه کلمه هستش حسن واژه های آلمانی اینه که با اینکه طولانی میشن بعضی وقتا ولی از چسبیدن چند تا کلمه به هم دیگه تشکیل میشه یعنی شما اگه بتونین واجه های طولانی رو از هم دیگه جدا بکنین میتونین بفهمید معنیش چیه hand disinfections یعنی مایه یا وسیله میتل یعنی وسیله یه چیزی که وجود داره مثل مایه مثل ماده یا هر چیزی دس Dis هم یعنی ضد دوفونی کردن hand هم یعنی دست یشمشت این hand شاید حالا این واژه رو جمعش هم بشنوید یعنی به جای هند دیس انفکسیونز بعضی شاید بگن هند دیس انفکسیونز یعنی مایه تمیز کردن از دوفونی کردن دست ها جفتش یه معنی میده منطقه در حالت های مختلف استفاده میشه من رفتم تو مغازه و نمیدونم این مایه یه کننده دست کجاست از طرف که اونجا کار میکنه میپرسم که و به sich هند دیس انفکسیونز این و به فینده زیش دی هند دیس با این این مودلی هم میتونستم بگم یعنی کجا قرار داره پیش شما این مایه این وسیل از دفون کننده دست که میتونید از فل زیش به فینده بکنید فعلی دیگه که با بلد باشید غاین نگن هستش غاین نگن هم یعنی تمیز کردن پاک کردن من کل آپارتمان رو کل خونه رو کامل تمیز کردم. Ich habe die Wohnung komplett gereinigt. یعنی من تمام آپارتمان رو کامل تمیز کردم. غاینیگن کردم. میبینید که حالت پرفکت هستش. پس غاینیگن که فعلشه پرفکتش میشه گغینیکت که با هابن میاد. هابن میشنه جایگاه دو جمله. غینگن فعل بود درسته اسمش میشه غینگونگ اشمشت غینگونگز میتل کافن من میخوام وسایل تمیز کردن بخرم غینگونگز میتل چی میتونه باشه؟ بفرز مایه هایی که باش لباس میشورید یا ظرف میشورید و اینا بهش میگن غینگونگز میتل فرقش با دیس اینه که اون ضد افونی کننده است ولی این تمیز کننده است درسته؟ اشمشت غینگونگز میتل کافن. یه چیز دیگه هم که میتونید بخرید استفاده بکنید غای نیگونگز الکل هستش یعنی الکل تمیز کننده الکل هم خب کاری دو فونی کردن دیگه درسته میگم که وکن کن ایش گونسی غای الکل کافن کجا من میتونم ارزون قیمت خوش قیمت الکل تمیز کننده یا الکل پاکسازی بخرم غاینیگونگز الکل گنستیک هم یعنی ارزون و مغروم صرفه حالا به عنوان تمرین شما جواب این سوال رو بدید دوستانی که تو آلمان اتریش و یا سوئیس زندگی میکنن میتونین زیر همین ویدیو بنویسید که کجا میتونن دوستان عزیز الکل برای غاینیگن تهیه بکنن یا برای ضد عفونی و کان من الکل سوم غاینیگن کافن وو کان من الکل سوم غاینیگن کافن کجا آدم میتونه الکل برای تمیزکاری بخره تهیه بکنه امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین دوستان عزیز حتما به عضویت کانال یوتیوب کانال دوم ما کانال آلمانی با احسان هم در بیایید اونجا هم میتونید کلی جمله کاربردی روزمره یاد بگیرین که تنها با حفظ کردن اونا میتونین تو زندگی روزمره به راحتی آلمانی صحبت کنید بدون اینکه نیاز باشه فکر کنید که الان چه گرامری واسه استفاده بکنم آکوزاتیو بذارم داتیو بذارم چه حرف ربطی بذارم اون جملاتی که ما اونجا درس میدیم همه جملاتی که شما تنها با حفظ کردنش میتونید تو زندگی روزمره استفاده بکنین اگه این ویدیو کمک کرد به دانش زبان آلمانیتون اضافه بشه میتونید با لایک کردن به اشتراک گذاشتن و کامنت گذاشتن ویدیو میتونید از کانال خودتون حمایت بکنید تا ویدیوهای آینده بدرود دوستان